میشل مارتین همسر سابق و هم دست مارک دوترو قاتل بلژیکی آزاد شد. دیوان عالی کشور بلژیک روز سه‌شنبه طی رأی تصمیم دادگاه اجرای احکام شهر مون مبنی بر آزادی مشروط خانم مارتین را تایید کرد. میشل مارتین به اتهام معاونت و مشارکت در قتل چهار دختر، شرکت در آدم ربایی و حبس غیرقانونی در سال 96 به 30 سال حبس محکوم شده بود. و 16 سال از 30 سال حبس خود را تحمل کرده است. وکیل یکی از قربانیان میگوید هنوز پس از 16 سال خانواده قربانیان نمیدانند که نقش میشل مارتین در این جنایات هولناک چه بوده است. او چندین و چند مرتبه دروغ گفته و هنوز هیچ اطلاعات کلیدی به دست ما نداده تا سرانجام بفهمیم نقش وی چه بوده است. این زن با گذشته ای که دارد یک خطر برای جامعه محسوب می شود. او با استفاده از حقوق بلژیک خود را رها کرد و قوانین بلژیک به وی اجازه دادند که تقاضای آزادی مشروط کند. به حکم دادگاه میشل مارتین باید به صومعه ای در مالون واقع در 60 کیلومتری بروکسل منتقل شود. وی در آنجا 4 ساعت در روز کار خواهد کرد. وکیل خانم مارتین میگوید افراد زیادی وجود دارند که خانم مارتین را در زمان حبسش ملاقات کردند. همگی آنها آمادگی خود را برای حمایت از او اعلام کردند، زیرا به گفته آنان خانم مارتین حاضر به انجام هر نوع تلاشی برای جبران خطاهای گذشته خود است. همچنین تظاهراتی در 29 مرداد سال جاری برای ایجاد اصلاحات قضایی در بلژیک و علیه آزادی مشروط خانم میشل مارتین برگزار شده بود. خبرنگار یورونیوز در این مورد میگوید برای افراد نجات یافته و همچنین خانواده دیگر قربانیان، آزادی مشروط خانم مارتین نشانه دیگری از ضعف دستگاه قضایی بلژیک است. به دنبال انتقادات زیاد، وزارت دادگستری این کشور پیشنهاد کرده آزادی مشروط تنها شامل محکومینی شود که دو سوم محکومیت خود را سپری کرده باشند.